گلاسیا سلام، امروز براتون یکی از ناب‌ترین فیلم‌های سال 2005 رو آوردن که با نمره 7 IMDb جزو خفن‌ترین سبک تریلر حساب میشه. فیلم هارد کندی یا شکلات صفر رو می‌خوایم با هم ببینیم. حواستون به اسپویل کاملش باشه و اگه یادتون نره توی کانال سابسکرایب کنید. اینم بگم که فیلم امروز به پیشنهاد یکی از بچهای گروه تلگرام گلاسیا یعنی ملینا قرار گرفته. خیلی وقت بود گفته بود ببخشید اگه دیر شد، شما هم اگه پیشنهاد دارید حتما بنویسید، توی اسرع وقت توی کانال قرار می‌گیره. با شروع فیلم پیام‌های دو نفر به اسم‌های تانگر 14 و لنسمن 319 رو می‌بینیم. پیام‌های این دو نفر پر از جمله‌های جنسیه که اکثراً از طرف لنسمن ارسال شده. بعد مدت‌ها چت آنلاین این دو نفر قرار می‌ذارن توی یک کافه همو ببینن. میریم به کافه و با دختر توی پیام‌ها آشنا می‌شیم که اسم واقعیش هیلیه. این دختر یه نوجوان و معلوم سنش نهایتاً 14 سال است، در حالی که نفر دوم پیام‌ها یعنی جف سر می‌رسه و اون کسی نیست جز یه مرد 30-40 ساله. هیلی با دیدن شوکه میشه، اما جف که انگار همه چیز طبق انتظارش پیش رفته، بدون خجالت شکلات دور دهن دختر با دستش برمی‌داره و خودش می‌خوره. هیلی با دیدن این حرکت از شوک میاد بیرون و انگار خیلی هم خوشش میاد که جف انقدر باهاش راحته. دو نفر شروع به صحبت می‌کنن و بیشتر آشنا میشن، در حالی که روی تابلوی کنارشون توی کافه عکس یه دختر نوجوان گم شده به نام دانا چسبیده و بهش توجهی ندارن. توی این صحبت‌ها جف خیلی حرفه‌ای عمل می‌کنه و مدام با حرفای مختلف مخ دخترو می‌زنه تا بیشتر بهش اعتماد کنه. حتی بهش الکی میگه تو خیلی بیشتر از سنت می‌فهمی و برای من مناسبی. هیلی هم خیلی ساده خام این حرفا شده و هیچ توجهی به سن جف نمیکنه. یه لحظه جف متوجه یه کتاب بزرگ تو کیف هیلی میشه، ولی وقتی ازش سوال میکنه هیلی میگه چیزی نیست و روی اونو میپوشونه. این دو نفر قرارشون رو ادامه میدن. جف برای هیلی یه پیراهن از کافه میخره و میگه من شغل اصلیم عکاسیه، خیلی هم خوشحال میشم اگه مدل عکسام بشی. اینم بهش میگه که من اصلا نمیخوام به تنت دست بزنم و تا وقتی به سن قانونی برسی قول میدم کاری بهت نداشته باشم. هیلی هم که دیگه انگار تصمیم خودشو گرفته لاسترنشو بیشتر میکنه تا به جف بفهمونه مشکلی با رابطه جنسی نداره. حتی وقتی میره تو دستشویی کافه تا پیراهن جدیدشو بپوشه، یه لحظه علای در بدن نیمه برهنه خودشو به جف نشون میده و اونم که مشخص بارها اینطوری نوجوانا رو گول زده، جواب این حرکتشو با یه سر تیکه جنسی میده. بعد عوض کردن لباس، هیلی یه دفعه به جف پیشنهاد میده بریم خونه تا اون عکسایی که می‌خواستی رو ازم بگیری. جف هم از خودش و خیلی زود با هم به خونه مرد میرسن. بی توجه به سن دختر، جف بهش پیشنهاد نوشیدنی میده، اما این بار برای اولین بار هیلی دستشو رد میکنه. چرا؟ چون میگه خودم باید مشروبی که دوست دارم برای جفتمون درست کنم. هیلی میره آشپزخونه و با دیدن عکس کلی دختر همسن و سال خودش با لباسای تحریک کننده یکم معذب میشه، اما به هر حال مشروبو درست میکنه و از جف میپرسه تو با مدلای دیگه هم رابطه جنسی داشتی؟ جف هم جواب میده نه، مدلای من زیر 18 سالن، هیچ وقت هم چه کاری باشون نمیکنم، به جز یکیشون که باهاش خوابیدم، اونم وقتی سنم خیلی کمتر بود. به همین بهونه هیلی رو به اتاق خوابش میبره که عکس کلی دختر دیگه روی دیوار هست و با نشون دادن یکیشون میگه این همون کسیه که باهاش خوابیدم. هیلی هم با کنجکاوی تابلوی عکسو برمی‌داره که پشتش اسم این دختر یعنی جنل نوشته شده و کنارش هم یه عدده. وقتی هیلی قاب عکسو برمی‌داره جف یه رفه به هم میریزه و هیلی هم میفهمه بین این دو نفر یه رابطه عمیق بوده و جف هنوزم بهش فکر میکنه. بعدم برای عوض کردن حال جف بهش پیشنهاد میده بریم عکس بگیریم و اونم در حالی که مشروبی که هیلی براش درست کرده رو میخوره میره سراغ دوربینش. یه قسمت استودیو خونه میرسن و هیلی بدون خجالت شروع به جس گرفتن میکنه، اما جف یکم سرگیجه گرفته و طولی نمیکشه که یه رفه میگه حالم خوب نیست و از حال میره. سکانس بعد جف چشماشو باز میکنه و میبینه به صندلی اتاق بسته شده، در حالی که هیلی جلوش وایساده و با نشون دادن دارویی که دستشه میگه من بودم که بیهوشت کردم. جف هنوز نمیدونه چه خبره و فکر میکنه قضیه به خاطر هیجان جنسی هیلیه، اما دختر بهش میگه وقت بازیای تو تموم شده. حالت هیلی کلا عوض شده و با حالت بازجویی از جف میپرسه چرا عکس این همه دختر نوجوان نیمه لخ به در و دیوارته. جف هم تازه میفهمه جریان جدیه و یه دفعه شروع به داد زدن برای کمک میکنه. دخترم که از قبل آماده است اسپری رو سمت جف میگیره که توش مایه شوینده ریخته و انقدر میزنه تو دهنش تا ساکت میشه. بعد شروع به صحبت میکنه و میگه من خیلی وقت رو زیر نظر دارم و میدونم الان هیچ کدوم از همسایه‌هات خونه نیستن که بیان کمکت. ترس جف بیشتر میشه وقتی میفهمه چند ماه هیلی تو همه برنامه‌های مجازی با آیدی های مختلف داره باهاش حرف میزنه تا بتونه آمارشو در بیاره و کلی مدرک از بچه باز بودن این مرد جمع کنه. هیلی میگه حتی متوجه شدم تو چطوری مثل همسن و سالای من صحبت میکنی تا بتونی مخ بچه‌ها رو بزنی. مشخص میشه جف میرفت زیر پست آدمای معروف تعریف نوجوانا از اون معروفا رو برای کسی که میخواسته مخشو بزنه میفرستاده، اینطوری بچه‌ها هم خام میشدن. موقع زدن این حرفا هیلی خیلی عصبانیه، اما جف همه چیزو انکار میکنه تا جایی که دیگه هیلی طاقتش تموم میشه و بهش میگه توی بچه باز حرومزاده و دهنتو میخوام سرویس کنم. بازم جف این چیزا رو قبول نمیکنه و میگه من فقط یه آدم تنها بودم که حس کردم میتونیم با هم رابطه خوبی داشته باشیم، وگرنه هیچ وقت طرف بچه‌ها نمیرم. هیلی هم که میبینه این مرد هیچ جا
دستور زیر بار نمیره، اونو به اتاق خوابش میبره و شروع به گشتن همه کشوها و سوراخ سنبا میکنه. هیلی میگه یه آدم آشغالی مثل تو قطعاً یه جایی از خونه چیزای بدی از بچه‌ها داره که اگه پیداش کنم دیگه نمیتونی چیزی رو انکار کنی. اینو همش در حالیه که جف داره خودش رو جر میده که بگه من این کارو نیستم. دست آخر هیلی یه سری پاکت نامه از اتاق پیدا میکنه. در حالی که جف هنوز بسته است و از استرس حالش بده، هیلی تو آرامش کامل شروع به خوندن همه نامه ها میکنه و متوجه میشه همه اینا از طرف دوست دختر سابق جفن. دوست دخترش کی بوده؟ جنل، همون دختری که عکسشو دیدیم و مشخص بود جف هنوز بهش علاقه داره. توی یکی از این نامه ها جنل با جف رابطهشون رو به هم زده و نوشته تو خیلی فرق داری با کسی که فکر میکردم و به درد هم نمیخوری. هیلی هم مطمئن میشه که حتما جنل هم یه سری رفتار بد توی این مرد دیده و باش کات کرد و برای همین میره سراغ کامپیوترش. توی قسمت دانلود کامپیوتر یه سری عکس میبینه که به تازگی دانلود شدن، اما هر چی میزنه روشون باز نمیشن. یعنی عکس توی کامپیوترن و پاک نشدن، اما یه جای مخفیان و دختر مشتاق میشه پیداشون کنه. جف هیچ کمکی بهش نمیکنه و هیلی هم که نتیجه نمیگیره میره کنارش. این بار به جف میگه تو یه پسر مجردی و تنها زندگی میکنی. من کل خونت رو گشتم ولی هیچ مجله یا فیلم پورنی حتی توی کامپیوترت هم پیدا نکردم. همه مردای همسن تو این چیزا رو دارن و این یعنی تو هم داری، ولی یه جا قایم کردی که هنوز ندیدمش. دوباره هیلی شروع به گشتن میکنه و این بار با سرعت همه کابینت‌ها و گوشه کنار خونه رو میگرده. این در حالیه که جف هم داره از حواس پرتی اون استفاده میکنه تا بتونه خودش رو آزاد کنه. هیلی زیر تخت جف یه اسلحه پیدا میکنه، اما اونو میندازه روی تخت و با ادامه دادن به گشتنش بالاخره یه گاف صندوق تو قسمتی از خونه که با سنگای تزئینی پوشیده شده پیدا میکنه. اون با حالت حق به جانب میاد پیش جف و بهش میگه رمزو بگو. جف این کارو نمیکنه، اما شروع به بازی ذهنی با هیلی میکنه. بهش میگه تو احتمالاً تو خونتون خیلی با پدرت مشکل داری که انقدر به همه چی مشکوکی و همه مردو بدت میاد. بعدم میگه منو آزاد کن، با هم راجع به مشکلاتت حرف میزنیم، قول میدم کمکت کنم خوب شی. هیلی که انگار یکم آروم شده با ناراحتی میپرسه قول میدی اگه آزادت کنم عصبی نباشی؟ جف هم میگه قول میدم ببخشمت. هیلی که انگار بهش اعتماد کرده میاد جلو، حالت گریه میگیره، اما یه دفعه این حالتش تبدیل به خنده میشن. اون به جف میگه واقعا فکر کردی این بازی مسخره توی من تاثیر میذاره؟ بعدم بی توجه به مد میره سراغ گاف صندوق و شروع به زدن رمزهای احتمالی میکنه. هیلی مطمئنه به خاطر علاقه جف به دوست دختر سابقش رمز ربطی به اون داره و هر عددی که فکر میکنه رو میزنه. جف هر لحظه از استرس و ترس عرق میریزه و میلرزه. هیلی یه دفعه میره سراغ قاب عکس جنل و با وارد کردن عددی که پشت اون بود گاف صندوق باز میشه. البته که اون عدد تاریخ گرفته شدن اولین عکس از جنل بود و جف اسکول هم به عنوان یادگاری نوشتتش. تا این لحظه شاید شک داشتیم که جف میتونه یه آدم بیگناه باشه، اما محتویات گاف صندوق همه حرفای هیلی رو تایید میکنن. توی اون چند تا سی دی از پورنای ممنوعه با دختر بچه هاست. یه سری عکس لختم ازشون هست و در کنارشون یه عکس بدون محتوای جنسی از یه دختره. دختری که قبلتر عکسش به عنوان گم شده توی کافه دیدیم، یعنی دانا. هیلی با عصبانیت میره سمت جف و میگه چرا عکس این دختر رو داری؟ اما همین لحظه جف با یه لگد دختر رو پرت میکنه کنار صندلیش و به طرف اتاق خودش و اسلحه‌اش میبره. با هر سختی هست تفنگو برمی‌داره و میره سمت هیلی، اما میفهمه دختر از جاش بلند شده و فرار کرده. یه دفعه هیلی از پشت با یه پلاستیک سر میرسه و جلوی تنفس جف رو میگیره. اونم تقلا میکنه در بره، اما موفق نمیشه و در آخر از حال میره. وقتی چشماشو باز میکنه میبینه به یه میز بسته شده، در حالی که پایین تنش کاملا لخت و یه کیسه یخ روی دم و دست باشه. هیلی بالا سرش و این بار با یه خشم خیلی بیشتر میگه مطمئنم کسی که یه بلایی سر دانا آورده تو آشغال بودی. بازم جف انکار میکنه و فقط میگه من یه بار با دانا توی کافه قرار گذاشتم، اما وقتی جدا شدیم دیگه ندیدمش. هیلی باور نمیکنه و جف بازم میگه به خدا من اونقدر که فکر میکنی عوضی نیستم. هیلی به آرومی یه سری تیغ آماده میکنه و با آرامش به جف میگه اگه راستشو نگی همین الان یه کار میکنم تا آخر عمرت نتونی رابطه جنسی داشته باشی. آره، هیلی میخواد این مرد رو برای همیشه عقیم کنه. جف وحشت میکنه و هیلی ادامه میده یکم دیگه بگذره این یخا بدنتو بی‌حس میکنن و اون موقع این کارو انجام میدم. بعدم کنار جف میشینه و میگه اگه خواستی میتونیم تا اون موقع صحبت کنیم. جف میگه این کارو نکن وگرنه تا ابد خودتو آزار میدم، منم تا روزی که زنده‌ام میام دنبالت. هیلی بی توجه به این تهدیدا وقت خودشو پای کامپیوتر میذاره و نیم ساعت بعد که برای انجام این عمل آماده است بلند میشه. جف که میفهمه آخر خطه دوباره از ترس شروع به داد زدن میکنه و هیلی بازم با مواد شوینده اونو ساکت میکنه. بعد تیغو برمی‌داره و اول شروع به شیو کردن دم و دستگاه مرد میکنه تا بتونه راحت کارشو انجام بده. مرد دیگه از داد زدن میترسه، اما کلی التماس میکنه و میگه هرچی پول دارم برای تو، فقط این کارو نکن. هیلی شیو کردن رو تمام میکنه، اما با یه خورده تحریک شدن مرد میفهمه هنوز کاملا بی‌حسه و دوباره یخا رو میذاره روش. بعدم میره پشت اون که یکم هوا بخوره و اینجا یکی از همسایه‌های جف اونو میبینه. خود مرد رو میبینیم که داره توی این فاصله دوباره سعی میکنه آزاد شه، اما هیلی سعی میرسه. جف دیگه مطمئن راه فرار نیست و سعی میکنه به گفتن یه خاطره دل هیلی رو به رحم بیاره. اون تعریف میکنه وقتی بچه بوده یکی از دخترخاله‌هاش هر بار میرفته همون تحریکش میکرد
پسر رو از یه جا اونم واداد و با هم رابطه برقرار کرد. یه روز خالش این دوتا رو در حین رابطه میبینه و پسر رو مجبور میکنه که روی بخاری داغ بشینه. همونطوری هم نگاش شد و تهدیدش کرده که دیگه طرف دخترش نره. جف میگه همین اتفاق باعث شد من یه سری علاقه عجیب پیدا کنم و این کار رو انجام بدم. وگرنه منم آدم خوبی ام، فقط قربانی اون اتفاق بودم. هیلی به این حرفا کاری نداره و فقط بهش میگه توی مریض جنسی. جف باز التماس میکنه، میگه جون مادرت پلیس زنگ بزن، من به جنایتم اعتراف میکنم، فقط این کارو نکن. بازم هیلی فقط نگاهش میکنه و دیگه جف از وحشت و حال بدش بلند زار میزنه و به هیلی فوش میده. هیلی فقط ساکت میمونه تا یه جا که دیگه جف میفهمه این التماسا بی فایده و کلا ساکت میشه. حالا هیلی اون کتاب بزرگی که همراهش بود رو باز میکنه که یه راهنمای پزشکی و سکانس وحشیانه فیلم شروع میشه، جایی که جف ناامید از همه چی سرنوشت خودش رو قبول کرده و ساکت دراز کشیده، در حالی که هیلی طی عمل جراحی کوتاه رگ بیضه مرد رو قطع میکنه و اونو در میاره. بعد پایان کارش بالا سر جف میاد و با آرامش بهش میگه توی چند روز آینده این کارهایی که میگم انجام بده تا دردت کم بشه و بدون هیچ حس ترحمی چیزایی که دستش رو توی خرد کن میریزه و کلا نابود میکنه. جف دوباره میزنه زیر گریه و باورش نمیشه این اتفاق افتاده. هیلی با یه لیوان آب میاد طرفش و این بار رفتارش عوض شده. اون با مهربونی با جف حرف میزنه و میگه تو از الان دیگه اون آدم کثیف قبلی نیستی. شنیدن این حرف جفو بیشتر عصبانی میکنه و میگه یه روز پیدات میکنم و انتقاممو میگیرم. هیلی بازم هیچ توجهی به این تهدیدا نمیکنه و میره تا خورش رو توی همون تمیز کنه. جف که حالا انگیزه انتقامش بیشتر شده دوباره شروع به تلاش میکنه و موفق میشه خورش رو آزاد کنه. همین که از جاش بلند میشه اول از همه آلت تناسلش رو چک میکنه و در کمال تعجبش میبینه همه چیز سر جاشه و همه عمل جراحی الکی و برای ترس موندن اون بوده. سعی لباسش رو تنش میکنه و گوشش رو برمیداره تا پلیس زنگ بزنه، اما پشیمون میشه و با برداشتن تیغ جراحی که روی میزه تصمیم میگیره خودش حساب هیلی رو برسه. اون با خشم میره سمت همون، وقتی یه دفعه به وان حمله میکنه متوجه میشه کسی توش نیست و هیلی که زرنگ تر از این حرفاست از پشت بهش نزدیک میشه و بعد انداختن جف توی وان همون با شوکر بهش حمله میکنه و به خاطر جریان برق توی آب خیلی زود جف از حال میره. هیلی هم سری میاد بیرون و شروع به پاک کردن اثر انگشت در همه جای خونه میکنه که دوباره جف به هوش میاد و همونطوری سینه خیز میاد طرفش. بازم هیلی بهش شوکر میزنه و این بار که از بیهوشیش مطمئن میشه قسمت بعدی نقشش شروع میکنه. اون خونه رو به حالت اول برمیگردونه و شروع میکنه به صحنه سازی یه خودکشی. توی کامپیوتر جف یه وصیت‌نامه رو از زبون خود مرد مینویسه که توش میگه من از زندگیم خستم و میخوام خودمو بکشم. بعد از تلفن خونه با جنل یا همون دوست دختر سابق جف تماس میگیره و خودش رو به عنوان یه پلیس جا میزنه. هیلی به جنل میگه توی خونه جف یه اتفاق بد افتاده و بهتره هر چی زودتر خودتو به اینجا برسونی. سکانس بعد جف چشماشو باز میکنه و میبینه با یه سری طناب به سقف بسته شده، اونم در حالی که یه طناب دیگه دور گردنش و روی صندلی وایساده. هیلی میخواد اونو مجبور به خودکشی کنه، اما یه دفعه یه نفر در میزنه. دختر سری دهن جف رو میبنده و در رو باز میکنه که اون طرفش همون همسایه‌ای هست که قبلتر هیلی رو دیده بود. اما برخلاف چیزی که انتظار داشتیم، همسایه برای کمک به جف نیومد و فقط میخواد به جف کلوچه بفروشه که بعد چند لحظه هم بیخبر همه چی میره و جف میدونه دیگه هیچ امیدی نیست. هیلی برمیگره پیش جف و بهش میگه یه کاری هست که میتونیم انجام بدیم. اگه تو همین الان خودتو بکشی، من همه آثار جنایتای کسی که به دختر بچه‌ها کردی رو پاک میکنم. اینطوری وقتی جنل سر برسه نمیفهمه چه آدم حرومزاده‌ای بودی. دیگه نمیفهمه با بچه‌ها چی کار کردی و حتی دانا رو سر به نیستش کردی. اینطوری حداقل آبروت برات میمونه. جف با اینکه دم مرگشه، بازم کشتن دانا رو انکار میکنه که هیلی با خشم میاد جلو و یه دفعه مرد بهش حمله میکنه. اون هیلی رو پرت میکنه یه طرف و با گذاشتن پای خودش روی میز آشپزخونه از خفه شدن با طناب نجات پیدا میکنه و موفق میشه خودش رو آزاد کنه. حالا هیلی پا به فرار گذاشته و جف هم که یه چاقو دستشه فقط میخواد انتقام بگیره. مرد میره بیرون از خونه و دنبال دختره، اما هیلی از طرف دیگه خونه برمیگره تو طنابایی که قبلتر به جف وصل بود و با خودش میبره. اینا همش در حالیه که دوست دختر سابق جف پیام تلفنی رو گرفته و با ماشینش داره به خونش میاد. برمیگردیم پیش مرد بچه بازمون که با دیدن دستبند هیلی میفهمه اون روی پشت بوم خونه قایم شده. با هدف کشتن هیلی میره پشت بوم، اما دختر از قبل با اسلحه جف منتظرشه. با نشونه گرفتنش سمت جف مجبورش میکنه چاقو رو بندازه. وقتی این کارو نمیکنه هیلی بهش میگه وقتی بیهوش بودی با جنل تماس گرفتم تا یکم دیگه هم میرسه اینجا. اگه کاری که میگم انجام ندی، همه کثافت کاریاتو همین که بیاد بهش میگم و کاری میکنم حالش ازت به هم بخوره. بعدم به جف میگه همین الان چاقوتو بندازه با اون طناب خودکشی کن یا من لباسامو در میارم و لخ میدوام بغل جنل و بهش میگم میخواستی به من تجاوز بکنی. همین لحظه ماشین جنل پیداش میشه و جف خورشو قایم میکنه، چون اگه دختر ببینتش هیلی کاری که گفته رو انجام میده و نه تنها آبروش میره بلکه قطعا اونو به زندان میندازن و جنل رو برای همیشه از دست میده. هیلی میاد طرفش و میگه چیکار میکنی؟ جف هم فقط یه حرف مهم میزنه، میگه به خود من دانا رو نکشتم، من با یکی از دوستام
همین کارا رو انجام میدادیم و دوستم جلوی من اونو کش. بعدم میگه قول میدم اگه این قضیه رو تمام کنی و بذاری زنده بمونم اسم اون قاتل رو میگم و خودم باهات میام بریم اونو بکشیمش. برای اولین بار انگار حرفای جف حقیقتن و هیلی همینطوری نگاهش میکنه. این بار هیلی حرف مهم میزنه، میگه اسم اون دوستی که میگی آرون بود، قبل تو سراغ اون رفتم و قبل اینکه مجبورش کنم خودشو بکشه اون گفت که تو دانا رو جلوی اون کشی. آخرین دروغ جف هم نتیجه نداد و حالا هیچ راه فراری نیست، یا زنده بمونه و هیلی اونو به جرم تجاوز و قتل برای همیشه بنداز زندان، یا خودشو بکشه و حداقل تا ابد به چشم جنرال همون آدم سابق بمونه. اون بلند میشه، هیلی تنم رو دور گردنش میندازه و دوباره بهش میگه بعد مرگت همه چیزو پاک میکنم. جف لایه پشت اونو با برشتن یه قدم دیگه از سقف آویزون میشه. وقتی هیلی مطمئن میشه که جف مرده میگه اینم یه دروغ مثل همه دروغا و کثافت کاریای تو، و نه تنها آثار جون مرد عوضی رو پاک نمیکنه بلکه اونا رو یه جا میذاره تا پلیس و جندل هم پیداش بکنن. بعدم به آرومی از خونه دور میشه در حالی که صدای ماشینای پلیس از دور به گوش میرسه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. آقا من اولین بار این فیلمو 10-11 سالم بود دیدم، از همون موقع برام خیلی جالب بود چون هر وقت با کسای دیگه بشینید ببینیدش حداقل یک یا دو نفرشون طرف جفو میگیرن، میگن هیلی آدم عوضی بود و الا جف میتونست خوب بشه و درست بشه. ولی من بگم ببین پدوفیل بودن خیلی فرق داره با گرایش های جنسی، یعنی یه نفر هم جنس گرای یه نفر دو جنس گرای اونا اوکی دو نفرن تصمیم میگیرن با هم رابطه داشته باشن، ولی وقتی یه نفر پدوفیله میره سمت بچه‌ای که اصلا از این چیزا هیچ درکی نداره، یعنی طرف نمیدونه داره چه اشتباهی انجام میده یا اون کسی که باهاشه قراره چه صدمه‌ای بهش بزنه، اون مرد یا حالا اون زن هر چیشون برای هر دو جنس هستش این کارو انجام میده، اون بچه زندگیش تا ابد تا آینده تحت تاثیر قرار میگیره و نابود میشه، خانواده‌اش شاید همچین بلایی سرشون بیاد. بعد کسی که این کارو مثل جف با 100 تا بچه انجام داده هیچ وقت قراری تغییر بکنه چون هیچ وقت براش مشکلی پیش نیومده، هیچ وقت پلیس نگرفتتش، عادت کرده به این کار، میدونه هیچ پیامدی نداره. برای همین به نظر من بلایی که سرش اومد حقش بود. اینا رو گفتم برای اینکه یه سری‌ها هستن دیدم توی یوتیوب توی خیلی جا میگن که به امید روزی که مثلا پدوفیل بودنم مثل همجنسگرایی توی دنیا عادی بشه. چرا باید عادی بشه آقا؟ چه ربطی داره؟ اصلا گرایش نیستیست، این یه مریضی جنسیه. اگه یه روزم چه اتفاقی بیفته شما بچه بازید من میشم پدوفیل باز میزنم دنبال شما تا زندگی بچه های مسئول نابود نکنید. آره و همین دیگه، ببخشید طولانی شد، صندلی من داشتم ضبط میکردم شکست، صندلی اضافه دارید بفرستید برام، مرسی. و اینکه کامنت و سابسکرایب و اینام یادتون نره. روزتونم گلسی.